برو عزیزم. سلام زنده داشت جان. سلام، چطورین؟ من خوبم. جایی دارید میری؟ آره داشتم میرفتم بازار. تو پارکینگ که ریکشا ندیدم. میرم بیرون یه ریکشا میگیرم. خیلی بده. مانتی ماشین داشته باشه و زنده داشت با ریکشا بره؟ داری منو شرمنده میکنی. نه نه نه، اصلا اینطوری نیست. اگه اینطوری نیست پس تو ماشینم بشینیم. بهم دستور بده که مانتی برو منو ببر بازار. نه ممنونم. بهونه فایده نداره. باید حرف مانتی رو قبول کنی. باشه. بفرمایید آقا مانتی. حالا درست شد. بیا روحان. بفرمایید. شما خواهر کوچیکتر نداری؟ چرا دارم؟ ببینم اونم این شماست؟ نه بابا، اون ازم خوشگل تره. اینو قبول نمی کنم. میتونه مثل شما باشه ولی نمیتونه ازتون خوشگل تر باشه. حالا چرا از خواهرم میپرسی؟ خب مادرم میخواد که من ازدواج کنم. من راحت گفتم اگه مثل شما پیدا بشه قبول میکنم. من میدونم شما با داداش دانیال ازدواج عاشقانه کردی. خودشون اینو بهم نگفتن. خودم حد زدم. چه جوری؟ خب اگه بگم باعث میشه ناراحت بشی. نه اصلا ناراحت نمیشم. حالا بگید ببینم. خب برای این که دارم از رو تجربه میگم. دخترای خوشگل یا از رو عشق اشتباه میکنن یا از رو اجبار. یکی از این دوتا دیگه. یعنی چی؟ یکم نامتناسب به نظر میای. منظورم اینه که شما کجا و داداش دانیال کجا؟ ناراحتتون کردم؟ بله. منو ببخشید. نه، اشکال نداره. راستی بهم نگفتین کجا میری؟ راستی فکر کردم بهتون گفتم. میرم فرم. الکی شما رو اذیت کردیم. نه چه اذیتی. راستش وقتی اذیت میشم که ببینم شما تو ریکشا نشستین دارین میرین. آخه ریکشا برای امثال شما نیست. شما باید تو مرسدس بشینید. منم دارم این ماشین رو میفروشم. تو فکرشم یه مرسدس بخرم. شغلتون چیه؟ این روزا کی به شغل کار داره؟ میگن چقدر در میاری؟ باشه، همینو میپرسم. چقدر در میاری؟ تقریبا 800-900 هزار تا. ماهی 800-900 هزار تا؟ بله. وای. من به داداش دانیال گفته بودم دارم این ماشینو میفروشم. ماشین بدی نیست. بعدش؟ گفتن من پول ندارم. منم گفتم الان ندارین کم کم به هم بدین. خب چی گفت؟ گفت نه، نمیتونم ماشین داشته باشم. از حرفام ناراحت نشی. با هم از خونتونم حرف زدیم. دیگه شما چه حرفی از خونمو میزنین ها؟ همینطوری کلی در مورد روحام، در مورد شما. یا اگه یه وقت با هم دعوا کنید، البته حرفای دعواتونو اکثرا قایم میکنه. من که خیلی حرف نمیزنم. نه اصلا. پس قول بدین این حرفا رو به داداش دانیال نگی. باشه نمیگم. کیه زنگ میزنه؟ پس یه وقت بهش نگین داریم با ماشین من میرین. الو. ریکشا پیدا کردی؟ نه دارم با ماشین میرم. انوشه اومد دنباله؟ انوشه نه، مانتی. خیلی اصرار میکرد که من دوست شوهرتم، خودم شما رو میرسونم. کی گفته اون نکبت دوست منه ها؟ اون بیشور. اون یه آدم عوضی احمقه. با تو بدون این که از من بپرسی تو ماشینش نشستی. آره پیاده شو. الان تو فرم پیاده میشم. اومدی خونه حرف میزنیم، چیزی نیست. حرفی که دارم میزنم و گوش کن محوش. به اون نفهم بگو ماشین رو نگه داره.
الو به رئیس بگو کار واجب پیش اومد رفته. خیلی خوب. داداش دانیال چطوره؟ تو چطوری نکبه؟ داداش دانیال چی شد آخه؟ چی کار میکنی؟ سوار کردی آن؟ مگه من سوارش کردم؟ اون خودش اومد. داداش دانیال دارم بهت میگم احترامتو حفظ کن. اینجا دارم میگم من کاری نکردم. تو خودت نمیتونی زنتو جمع کنی. منم به زور نبردمش. از خودش بپرس برای چی با من اومد. منم بهش نظر بدی ندارم. بهشم میگم زنده داش. زنه منم سوار کردی آن؟ این بیچاره داره درست میگه. ممکن خانومتون خودش گفته میخواد بیاد. اینم قبول کرده. وگرنه مگه میشه کسی رو به زور نشوند و برد؟ بعدشم نمیخواد ناراحت بشین. اون با میل خودش نشسته تو ماشین. همسایه از این کارا میکنن آقا دانیال. یا میرسونن یا میگن برسوننش. این که چیز خاصی نیست. همراه ما باشید و فراموش نکنید که سابسکرایب کنید تا بهترین سریال ها را با دوبله فارسی از تلویزیون دیدی تیوی تماشا کنید.